سلام، خدا کنه هر کجای هستین همتان جور و سلامت باشید. ای بار باز آمدیم به بار سیام به خانه سنم جان، خواهر ما که از مریضی سرطان خون رنج میبره. سنم جان سلام، خوب هستی؟ سلام، خوب هستی؟ تشکر. مادر جان سلام. سلام، خوب هستی؟ سلامت باشی. پدر جان سلام، خودت خوب هستی؟ زنده باشید. خب سنم جان دیگه به بار سیام به دیدنت آمدم و ای بار دیگه برام بگو که امروز چطور هستی و ما بسیار خوشحال شدم از اینکه خودت دیدم را میری، چون من دو بار دیگه که آمدم خودت فقط در جای خواه بودی و ای بار که آمدم دیدم که خودت را میکنی، بسیار خوش شدم و برام بگو که حال چطور هستی. حالا خوب هستم، خون که میگیرم گشته میتونم، خون که خلاص میشه گشته نمیتونم، حالا خون گرفتیم گشته میتونم. ای تو میبراییم، چون بار دوم که آمدم گفتم نی که برای بخوت انرژی مثبت بته، بگرد با خواهرت بشی قصه کو، مزاق شوخی خنده، که از اینمی مریضی خودت دور فکر کنی، یعنی گویا که هیچ مریضی نداری. چطور هست؟ اما تو کارا رو میکنی نمیکنی؟ یا که باز اما تو خواهی میشی؟ میکنم، خون که داشته باشم میگردم میشینم قصه میکنم، خون که نداشته باشم نمیکنم، حوصله نمیباشم. امروز دیگه اما تو کاملا خود جور فکر. امروز جور هستم، جایم درد نمیکنم، خون خلاص میشه با جایم درد نمیکنم. در یک هفته دو بار خون میگیری؟ در یک هفته، در زمستان دو بار، در بار یک دفعه. در زمستان تو وقت شده که یک روز با در روز خونم گرفته. در زمستان های نمی برف که مفته ای بی وضعیتش دیگه بخی دو چند میشه، عمله سرش میایه، اونم کم خون که میشه دانه از در رودای ازی در کل جانش هست، اون در داخل همه در رودایش کلان کلان سه تا چهار تا زیادتر همون دانه ها باعث کم شدن خون ازی میشه. همون را که ما ماینات یا کردیم گفت اون همون خونه میگیره همون دانه های کبود چکدی، گفت هم دکتر بر ما گفت گفتی بار بار عملیات میشه، یک بار هم عملیات شده، یک سه سال چهار سال پیش عملیات شد، همون دانه خردش کشیدن، این بسیار وضعیتش خراب میشه، خون که میگیره. در هر عملیات چند دانه رو میتونن بکشن؟ در عملیات دیگه تصمیم کده نمیتونم که ای خوف رو در رودش دانه در داخل رودش که هر دانش در عملیات یک دانش بکشن. خو زندگی انسان دیگه در سرم و میده و روده و یاد که در عملیات شاید که یک دانش بکشن دیگه نمیفهمم. چند سال میشه مادر جان که سنم جان هم قسم یک تکلیف داره؟ سنم خو که به دنیا آمد از رحم مادر در پایش هست، پایش دانه بود برابر یک چهارمغز ارکبود بود، او 24 روزه بود، نارام بود، همون ساعت که خداوند نیره برام داد نارام بود، این تو نارام بود که 24 ساعت هم پایش هم آکم میگرفتم تلق میزد تا که این سر کرد، 24 روزه بود که سر کرد، باز یک 20 روزه دیگه چقه خود عملیات شد، دیگه که دو ماه شد این عملیات شد، باز تا چیز کم یک و نیم سالگی، یک و نیم سالگی باز دانه شد کرد، این دم سمتا هر جای میشقید خون میرفت، این که مادر کلان شد خدا وقت چه وقت زنده بود سال کرد، گفت دانه سنم باز هم کده، ایره که بردیم بازی را عملیات کدن، یه دیگه بر ما چیز نگفتم، ایره عملیات کرد دیگه، فقط ام یک سال دیگه یه جور بود، هشت ماه یک سال خود دو نیم سال اگک شد، دو نیم سال شد، روز بر روز روز بر روز ضعیف شده میرفت، پیش هر دکتر می بردمش شربت تقویه می داد، لاغر شد بخی از چی افتید، یکی پوستش مان، وقت که ساعت طفل بردیم ما و پدرش که ایره چی کدن که هیچ خون نداشت دیگه، هیچ بابا ناکم میگفتن این مرده رو برم آوردی، وقتی که کنول زدن در دستایش که هیچ خون نمیامد، مثل جوس واره از خونش آلگین شده بود، دکترها گفت شما بر ما ایره آوردن خوی را ماینات یا که کد باد از اونمو میگن تلاتیمی هست چی هست نمیفهمیم، ماینات یا بر ما دیگه ندادن هم ورق خون دادن از امروز اول خوی تا که اونمو تا اونم یک و نیم سال چیز کم دو ساله دو عملیات چه دانش بعد از اونم دو عملیاتی کم خون شد، کم خون شد اونم دانش دیگه در شست پایش چوچه داد در دیگه پایش در وجودش در کل جانش از در سورینش از کتا کتش در فرق سرش از باز از او بباد در رودایش هست، ایچ نمی فهمیدم تقریبا که نمی کم خون که می شد زوف می کد که ما دیگه خون ترش می کدیم علا می دیم می دیم تا چهار ساله و پنج ساله که شد می دیم، اینجا می رفتم برمت شربت تق... اینه می دم می داد آه پیچ کاری و چیزا ایچ نمی فهمیدم تا که اینه جوانه که شد که ما وار شد بعد از او بخی وضعیت ازی خراب می شد روز بر روز روز بر روز چی شد تا که را هم مسلمان ها خیر ببینن کمک کدن همی پیش از عملیاتش یک امو دانگک چوچه را کشیدن گفتی یک دانه نیست که در رودای از این چندین تا دانه است، دیگه این حالا
گفتن او یک عملیات چند سنم جان چند ساله است؟ سنم جان حال 18 ساله است، 18 مسته میگه دوارق های 17 ساله است. خدا بان خون کم 17 ساله گفتیم 17 ساله نشته کدن دیگه این 19 ساله است؟ سنم 19 ساله میگه تقریبا دیگه 19 سال میشه که این مریضی را دارم. نه دیگه به حساب جوانک شده که سیون باریم است. اون از شدن از اینمی که خون میگیره که اولادایم سه تا شیر باشیره بود. تا آل اینه و بچه مثل فنوی مکتب شد ای تا آل اینه 16 سال شد که خون میگیره 16 17 سال. شد خون میگیره دیگه اونم دانای شد که اونم یک شد کشیدن گفتی بار بار عملیات میشه. زردی سفید هم دارم. بار بار عملیات میشه هدف دکتری است که بار بار عملیات میشه مکمل باسی دانا از بین میره یا که بار بار که مثلا میگن عملیات میشه باز او رشد کده میره یا عملیات کده میرن چی رقم؟ خب گفتن بر ما که امی دانه خورد شکه کشیدن گفت اون امو خونه میگیره فقط آنش پایین میشه امو رقم خون میکنه اینال نمیفهمی ما که ای خوب به حساب سرطان خون گفته میشه کی دانای از این عملیات چه بلکم خدا میربان است که جور شوه یا پیوند استخوان شوه دیگه ما هم نمیفهمم اگه اون بخیر ایران ماندیم که چی کنم اون هم دانایی از این عملیات شوه که جور شوه یا پیوند استخوان شوه یک دانه از این شما ببرین پیش دکتر همراه دکترها مشوره کنین که چی میگن آیا مکمل دانه های از این عملیات شوه سنم جان صحتیاب میشه یا که پیوند استخوان شوه اینه میره واضح بسازین چون هموطنان ما که شما را میبینن زمانی که مشخص شوه باز بر از اونا هم واضح میشه اونا هم کوشش میکنن که کمک کنن سنم جانه دوستای عزیز اگر میخواین کمک کنین پس بیاین که دست به دست هم بتیم این خواهر ما سنم جانه 19 سال میشه که از اینمی مریضی رنج میبره بیاین کمکش کنین پولی که کمک میکنین خیر ببینین خانه تان آباد خداوند خیر نصیبتان کنه که دست خیر دارین بازم از نظر من این پولی که شما کمک میکنین صحیح است که مصارف دوا و مصارف روزمره سنم جان میشه چی خوب است که اقدام کنین دست به دست هم بتین پول کمک کنین یا یک هموطن ما پیدا شوه که سنم جان خارج از کشور ببره که تداوی ازی شوه تا که ای صحت یاب شوه نمیشه که بار بار ما کمک کنیم فقط ای دوا گرفته بره اما هیچ چیزی نشه اگر ما بتاریم که سنم جان تداوی کنیم در این صورت سنم جان صحت یاب میشه و زندگی خود ادامه میده. من دینا روز در بان خونه میگه پام زد تا برادرم تفلکایش همین مریضی را داشت. من رفتم اونجا گفتم باش که پسان کنم. میگه پیوند استخوانم میشه دیگه اینال نمیفهمم که پیوند استخوان میشه یا دانایش خونه میخوره. در پاکستان خب بر من میگه پزدن کمی دانای از این عملیات شوه. باید عملیات شوه. که گفت ام یک دانش که سرشمله میایه که وضعش بسیار خراب میشه چقدر مصرف میشه هر عملیات سنم جان؟ نه میفهمم دیگه دا این حال نظر با سنم جان بار دو که کم عملیات هم نمیشه بار دو که آمده مادر جان خودت نبودی رفته بودی سنم جان گفت پشت خون رفته مادرم با سنم جانم پرسان کردم که چقدر مصرف میشه عملیاتت سنم جان گفت که 1,000,000 یعنی تقریبا 10,000,000 افغانی گفت مصرف داره و حالا اگر شما مشخص کنین همراه دکتر صاحبا مشوره بگیرین که آیا سنم جان پیوند استخوان میشه چقدر مصرف میشه اگر سنم جان مکمل دانه هایی که از عملیات میشه صحت یاب میشه ای چقدر مصرف شد آیا در افغانستان تداویش امکان داره یا خیر اگر امکان داره چقدر مصرفش است که نمی واضح شد برای دوستای ما که شما را میبینن و اگر در افغانستان تداوی ازی نمیشه ایره هم مشخص بسازن در خارج از کشور اگر تداوی خواهر ما میشه چقدر پول نیاز است ایران مشخص بسازین شما همراه دکتر صاحبا مشوره کنین دکتری که سنم جان همیش پیشش میبری مشوریش بگی اونا برای چی نظر میدن وقتی که اونا نظر دادن برای دوستان میگیم که سنم جان اگر اینجا تداویش میشه با یک قدر پول میشه اگر خارج از کشور تداویش میشه با یک قدر پول میشه که هموطنان ما کمک کنن تا که سنم جان خواهر ما سخت یاب شد ما این حال مشخص دکتر از این معلوم نیست ما گفتم که این امو وقت که رودای از این دانه بود من نمیفهمیدم اینجا هم دکترها بر من نمیگفتن میگفت میدیم درد میکنه این سرشمله میامد در شفخانه میوان ما ای را خون تیر کردیم در دولتی ها ما قدر واسه توان ندارم که در شخصی ما خون تیر کنم خواهر جای پیسه کار است در فرانسوی هم که ما خون تیر کنم او از چپرکت جدا پیسه میگیره از خونش جدا میگیره مثلا از دوسیه خاتمن برادم اندازه
ما دیگه دمی دولتی هم که خون تیر کرده من تا بر ما تو مشخص نساخت. اینمی از درد از که ما خبر شدم در پاکستان خبر شدم که اینجا خم دائم بر ما میگفتن میده درد است. اتو بر ما ماینات سیتی سکن دادن به فایده گشته دکتران دید. حتی ما قرض وام کردم سیتی سکن کردم 6000 افغانی در فرانسوی ها. پس آمد امو سیتی سکنش در سر میز تا 11 روز ما در ساعت طفل بستر بودم. هیچ کس بر ما چین تاک وضعیت خودم خراب شد. 11 روز به نتیجه ای مانده بود. دکتر صاحب میگفت ما چیکنم؟ میگفت زردی سیاه دارم، زردی صفحه دارم. ماینه قبل ما چون پیسه کسش میگفت عملیاتش میکنیم، کسش میگفت نمیکنیم. زردی سفید عملیات داره؟ نه زردی سفید میگفت، یعنی که یه عملیات میشه ما را میگیره زردی سفیدش. او سامان کار داره چی کار داره؟ یعنی تو قدر خریده میتونی خواهی تو مشخص اینجا نمیگن. شفاخانه فرانسوی ها ما نرفته. میگم او سیتی سکن که یک دفعه کردم که از ساعت طفل ورق دادن که بردم شدم سیتی سکن شده فرانسوی ها کردم. پس آوردم باور که اونم 6000 چقدر من قرض کردم تا حال قرض از او را من ندادیم. اونم سیتی سکن اونم اونجا هست مایناتش. در پاکستان که کردم باز سیتی سکن کردن که ماینات از این گفتی یک دانه نیست. گفتم مرا گفت با پرسان کردن که چه قسم در چطور یعنی تو در پاکستان آمدی در افغانستان؟ گفتم در افغانستان اصلا به این مریضا توجه ندارن. اونمو فقط خونه کنولا میزنن. این قسمتش دکتر زد امو روز یک دماغم کرد. گفتم دکتر صاحب چی کنم؟ خداوند آورده دیگه این درده. ما هم خوش نیستم که اولاد ما در ایالت باشم. اونم سی تی سکن کردم قرضش هم نرسیده تا المانده دیگه. او هیچ بیفایده بود اینجا. پاکستان که رفتیم باز گفت میده از یه از درست از دانه از امو دانه از در پشت میدهش از نمیفهم در داخل میدهش در مو مایناتش. باز اسلام آباد که بردمش که اونجا دکتر گفت برو جگرش خون شد که من اونجا گریان کم وضعیتم خراب شد و برو توی دانه شخ... تو کلش خورد نیست کلان است املک سرازی میایه و دانه دفتن خونه هم کش میکنه ای که کم خونه میباشه که اینم خفه میشه گفتی را خوش نگاه کن. ولی من چه قسم خوش نگاه کنم؟ واز اقتصاد من چی نیست؟ هر خواهش کی کنم من نمیتونم بر از این خواهش پورا کده نمیتونم. دیگه جگر خون باشد طبعاً که سرش حمله میایه خونش خلاص میشه. دیگه اونم دانه اون دفتن خونه میخوره اکسیجن نه این برش کار است. 12 بچه شام خمه ایر اکسیجن دادن بردیم در زمستان در سر کرو چون دادش میبریش در بار در زمستان اونه نمیخوره. هر جان شما تا شبخانه نجات تا اکسیجن دادانش که گرفت مزیکت کم با اون شامان بود پس آمده میشه. دکتر بر من روی یکت گفیر سنم جان گفت چرا چی با احساس شد خفه؟ گفتم دکتر صاحبی هم یه غریبی هم و از اقتصاد خود از این باعث میشه که از مریض خود آدم توقعات شد نتانه برآورده کده. این در پالوش میوه کار داره، دانه کار داره، جوری کار داره. میگه از ما کده خورترا مکتب میره ما چرا نمیرم؟ هر سال ای سال نه و گریان میکنه اینمی رنج میبره. خب ما مادر هستم طرف از این دیده وضعیتم خراب میشه. باز اونموز که جگر خون میشه دختر خاله را میبینه مثلا یک همسایه را میبینه خیش قامه که برابرش پانتون میره مکتب میره این رنج میکشه. میگه ما چرا نرم بود حالا اصلا نه حالا خب ما خوش هستم که تو اولادم هستی جور میبودی میرفتی حالا یک دیگه که از دست ما چیز نمیتونم کده. خدا میربان از مالیات شما از دوستان خواهش میکنم که میره یا کمک کنن خاص از برای خدا کمی جور شود دعایشان میکنم. میشه بخیر مادر جان میشه تشویش نکنه. هموطنان ما دست خیر دارن کمک میکنن خواهر ما را سلام جانه که بره به خارج از کشور اگر تدویش میشه هوجا کمکش کنن که بره تدویش شود اگر در افغانستان امکان داره تدویش اینجا شود. و پدر جان خودت چی گفتنی داری برای دوستای ما که همین لحظه خودت هم میبینه؟ دوستان خواهش دارم که تن دست غریبا را بگیره کمک کن به مریضا خدا میروانه که میاجون میشه بعد دست ما خواب از ما خونه میشه. ما گراچی یک قیره دارم روز یک ساعت یک ساعت پایینو میگنه میره روزم نمیچله دم خب بازم میگه بیاد دیگه شکر از اگه چطور کنیم بچه اگر کم از مکتب میره از مکتب میره از مکتب ها رخصت هست میره نمیجا هفته پینجه هرپا و سرپا ماش میتش میگیم برو خیلی شکر از همام هست چطور کنیم هفته صد رپا اون گروچی مونه در اونجا باغ رئیس در چلستون به اسمسون میگه که خدا میروانه میشه سر یک نیم سر یکان رو تو سر اگر کار پیدا شه او ای تو هم نیست که یعنی هر چون حالا قرنطین است کار بار هم بیخی اما تو اون در طرف مرکید میرفت پیش قرنطی سر یک نیم سر تیار میشه بگیتیم برو شکل دیگه چی کنیم خیر گفتم تکلیف با واسیل داره این قضیه تر پیاده گشتیک میکنه باز در جای مفته خواهشم کسر کده
خیلی مادر جان، خدا بزرگ است مشکلات از سرتان دور میشه. ای بارم یکی از هموطنان ما خداوند خیر نصیبش کنه که دست خیر داره کمک کرده شما را که به خاطر تدوی سنم جان. ای بار برادر ما بصیر جان از کانادا مبلغ 20500 افغانی کمک کرده. این پول حساب میکنم برات میتو مادر جان، خدا کنه که خون که برازی میگیری پیشکاریش از دوای گپش هست به دفعه یک ذره از مشکلات تو زانه حل بسازه. دستتون را سبک کنم. مریضا کمک میکنن. بسیار زیاد تشکر. خداوند آرام داشته باشه شان، شما آرام بیاره. سلامت باشی. خداوند مهربان است که این مریض ما را تداوی کنن. ما دیگه می خواهش از شان میکنم. خوب میشه بخیر ان شاء الله هم وطنان ما که شما را میبینه. من خواستای ازیرا که ما میرک پیسہ دادن که برش برآورده کنم. دعایشان میکنم. خوش نگاهشان کنم. زنده باشی بادر جان، هموطنان ما دست خیر دارن، کمک میکنن و خداوند خیر نصیبتون کنه که تشکری میکنم ازشان، خیر ببینن 100%. با وجودی که در اینقدر مشکلات هستین در خارج از کشور و کسایی که زندگی میکنن به راحتی این پول پیدا نمیکنن و بسیار مشکل شب روز خدا نه در کار هستن، دور از فامیل میباشن، کار میکنن، زحمت میکشن، اما بازم دست خیر دارن، کمک میکنن هموطن خدا. خداوند خیر نصیبتون کنه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20,500. ۱۵۰۰ و جا داره تشکری کنم از برادر ما باز هم از بصیر جان که ۲۵۰۰ افغانی کمک کرد از کانادا برای سنم جان که برای دفتن یک ذره از تدوی شوه. سنم جان خودت چی گفتنی داری برای زینمی برادر ما بصیر جان که این لحظه خودت هم میبینه؟ تشکر کنم، گفتنی خواست ندارم، تشکر از کمک کنم. دیگه کدام خواهش از دوستان نداری که میبینه نتمیاله؟ خواهش دارم کمک کنه که تدوی شوم جور شوم. میشی بخیر، خوب میشی. خب پدر جان خودت کدام گفتنی نداری یا کدام خواهش از دوستای ما که خودت همیال میبینه بخصوص برای بصیر جان چی گفتنی داری کمی لحظه خودت هم میبینه؟ خیر میبینه بصیر جان که کمک میکنه که مریضا خدا دست خیر داده باشه. سلامت باشی. خب مادر جان خودت چی گفتنی داری؟ اول خب برای بصیر جان و دوم خواهش چی از هموطنان ما که خودت هم میبینه؟ ما تشکری میکنم از این برادر که بصیر نام داره، یک جهان تشکر کمی بر مریض یک چیزش برآورده میشه، شکر چیز میگه، میوه میگه، دانه میگه، پیسه که ما نمیتونستم برش برآورده بسازم. خیر ببینن، خداوند آرام داشته باشه شان. اگر اولاد داره، اگر خانم، خداوند که تمام فامیلش آرام داشته باشه. ما هم یک مادر هستم، دعا میکنم که افغانای خود ما را دمو خارج آرام داشته باشه. ما می توقع را دارم که خدا کمک کنن امی دختر ما جور شوه، امی از داغ دل بر ما نمانه، امی دردش دوا شوه. دیگه ما میخواست از خدا، خداوند دارم دوم از این خیر. خوب میشه بخیر، تشویش نکنین، می آید کمک کنن. خیره خیر. که سنم جان ببرن به تدوی. آه دعایشان میکنم خیر ببینن، امی جور شوه، خداوند کل مریضا را جور کنه. هر مادر خداوند خواهش داره که اولاد جور خداوند برش بده. خیر، خداوند بزرگ است. خوب میشه بخیر سنم جان، خوب میشه. و افغان ماستن از دل ما میاین، خداوند خیرش نصیبشان کنن. سلامت باشی مادر جان، زنده باشی. خب دوستای عزیز اگر میخواین کمک کنین شماره تلفنی که در روی اسکرین میبینین با تماس شوین. همکارای ما همراهتون همکاری میکنن تا ما بتونیم که این گونه فامیلا را کمک کنیم. و همچنان اگر دوست دارین که بیننده برنامه های جالب تر و خوبتر ما باشین، پس چنل ما را سابسکرایب کنید. ما منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. تا برنامه دیگه، خداوند یار و مددگار همگیتون.